بسیار خوب. این در مورد اینه که من چطور با گلایموبلاستوما می جنگم و تا حالا نتیجه‌ام خوب بوده. حالا یه مقدار توضیح بدم در مورد خودم. من منیجینگ دایرکتور هایدرافکت هستم. بعد از روی هایدرافکت ما هایدروگرین رو ایجاد کردیم. هدفمون انرژی های سبز بود. ولی بعد دیدیم که سلامت هم مهمتره. اونو دیگه گذاشتیم، اینم بردیم توی هایدروگرین. من بچه شمال هستم، رودبار زیتون، یه دهی به نام رستم آباد. من بی سیم و دانشگاه آبادان گرفتم سال 1368-84. بعد 8 سال تو NIOC بودم که از این 8 سال 3.5 سال تو دانشگاه بود، 4.5 سال توی صنعت نفت بود. ولی توی این زمان که صنعت نفت بود اینجا هم درس میدادم. هریت وات رو بعد دیدی که 8 سال تعهدم به صنعت نفت تموم شد، اونجا بورسیه گرفتم و رفتم اونجا. و دقیقا یادم چه روزی رفتم اونجا و اول با امفیل شروع کردم. بعد سال 94 استاف هریت وات شدم، PhD. این امفیل تبدیل شد به PhD. PhD شد نیمه وقت. سال 95 PhD رو گرفتم. از سال 2003 پروفسور، فول پروفسور هستم. ولی اینجا هیچ ربطی به چیزی که کاری که تو هریت وات میکنم نداره. اصلا دانشگاه نمیخواد که من به عنوان پروفسور هریت وات اینجا صحبت کنم. اینجا چون پروفسور یه مقام دانشگاهی است، بنابراین اینجا به اسم بهمن، دکتر بهمن توحیدی. سال 2006 هایدرافکت لیمیتد رو تشکیل دادم و بعد از اون هایدرافکت گرین سولوشن یا هایدروگرین رو سال 2021 تشکیل دادم. من دو تا موتو دارم در کارهای تحقیقاتی. اولیش مال ابو علی سیناست که بدان جا رسید دانش من که دانستم همی که نادانم. یعنی واقعا آدم که یاد میگیره تا اون فهمه هیچی نمیدونه. میگن تو فارسی هم میگن دیگه، هر چقدر درخت میوهش بیشتر باشه سرش خمتره. یعنی واقعا میفهمه که هیچی نمیدونه. ولی در همون موقع من اعتقاد دارم این ناصر خسرو رو که اگر درخت کوکر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را. یعنی با علم و دانش میتونه به صدا جواب همه چیزا رو پیدا بکنه. بنابراین بایستی به صدا قبول کنی که نمیدونی و بعد از روی اون بهت با این توجه که میتونی پیشرفت کنی دنبالش دانش بگردی و به هر حال چرخ نیلوفری رو میتونی بیاری پایین. خب من اول یه کار دیسکلیمر بکنم که من اصلا مدیکال دکتر نیستم. من مهندس شیمی و نفت هستم.
در واقع من مریضم، من مریض پزشکی هستم و دانشجو. من با دیاگنوز شدم که گلیوبلاستوما که یک کشنده ترین کانسر مغز همینه، شاید دومین کشنده تمام کانسرها باشه. من با برین کانسر سال 2016 دیاگنوز شدم و به من گفتن که 6 ماه تا 2 سال زنده هستم. خب این من خودم اینو مطالعه کردم و حالا بیشتر توضیح میدم چطور شد دنبال این گشتم که پیدا کنم که چطوری میتونم جلوی کانسر رو بگیرم و چطوری درمانش کنم. حالا من نمیگم همش رو میدونم، من میگم که من تونستم عمر خودم رو 4 برابر زیاد کردم. حالا الانم قصد مردن ندارم، انشالله که با 10 سال من آخر یه قولی که آنکولوژیست من گفتش که این مریضی معمولا 1.5 ساله. گفت من یه نفر رو دارم که 10 سال زنده بوده. من گفتم شکستش بودم و حالا با تراین ایرور تا حالا 6 سال خوردی زنده موندم. حالا اینجا من به شما میگم چه کارها کردم که 3 تا 4 تا برابر زندگی مؤثرم و یعنی مریض بودم ولی بازم میتونستم کار کنم و کاملا کار کنم. و این من نمیگم این درمان من دارم میگم، این برای آموزش شماست و من نسخه ای نمیپیچم، همیشه با دکترتون مشورت کنید، این توجه داشته باشید. من 19 سپتامبر 2016 نصف شب از خواب بیدار شدم با این کیک، گونه هام بدون اختیار حرکت میکرد. 3 بارم بلند شدم، رفتم اکسیدنت امرجنسی، گفتن که اپیلپسی گرفتی، بعد داروهای اپیلپسی به من دادم. از آزا فرداشم 20 سپتامبر هم درس داشتم که دوره 3 روزه برای صنعت گذاشته بودم. خلاصه اونم یه داستانی بود. اواخر 2016 بعد از سی تی اسکن گفتن که استروک داشتی، سکته مغزی داشتی. بعد متخصص استروک نگاه کرد، گفت این به نظر استروک نمیاد، چون استروک سکته مغزی مثل یه درختی که به اصطلاح ریشش قطع شده باشه اون فرق میکنه، مال تو این طور نیست که به اصطلاح ریشه قطع شده باشه، این به نظر تومور میاد و تومورم گلیوبلاستومای تایپ 3 تا 4. بعد منو گرید 3 تا 4 منو بردن کانسر دیپارتمنت و نوروسرجن و اینا با آنکولوژیست و اینا. بعد از اینکه به MRI نگاه کردن گفتن که اگه تو چیزی کار نکنی 6 ماه بیشتر زنده نیستی و اگر سرجری و رادیوتراپی و کیموتراپی اینا بکنی
مکسیموم 2 سال. این اصطلاح امارای منه اینجا. این خیلی بزرگه، 3.5 تا 3.3 سانتی متر، یعنی از 3 جهت 3.1، 3.2 تا 3.3. و چیزی که اینا خیلی نگران کرد این بود که مثل که کانسر سل برای خودش بلاد وسل درست کرده بود، برای خودش رگ خونی درست کرده. اینجا میبینید این دوتا. بعد گفتن که این رگ خونی باعث میشه که این قده سرطانی هر 2 هفته 2 برابر بشه، یعنی فوری باید عمل بکنه. من قبلش بیماری قند داشتم، دیابتی، و تونستم با روزه گرفتن دیابتیم رو برطرف کنم. و اون موقع هم که اینا رو دیدن، من اون موقع روزه بودم و این مدت درمانم همش روزه گرفتم. البته روزه بین 16 تا 22 ساعت روزه در روزه آب، یعنی آب میخوردم ولی غذا نمیخوردم. یعنی تونستم وزنم رو از 85 کیلوگرم به 60 کیلوگرم، حتی بعضی موقع 55 کیلوگرم کاهش بدم. اینم بعد از عملم 16 ژانویه. این ببینید که بعدش از تو بخش هستم، اینم عملمه. و من الان میخوام تشکر کنم از سیستم عالی نشنال هر سرویسز. تو ما داریم توی UK، واقعا یه چیزی که خیلی به در میخوره و من فکر میکنم ما بایستی لود توی این روی این نشنال سرویسز کم کنیم که به اصطلاح بتونه به همه کمک کنه، چون الان تحت فشار زیادی هستن. به هر حال با این وضعیت نمیتونن ادامه بدن. من امیدوارم که این شیر کردن چیزایی که من بلدم و یاد گرفتم بتونه این رود رو کم کنه و انشاءالله در کشورهای دیگه هم همینطور بشه که واقعا کسایی که احتیاج دارن بتونن که به اصطلاح از این سیستم استفاده کنیم. ولی اینا بهترین best in the class انجام میدن بر اساس دانش خودشون و واقعا پروفشنال هستن، واقعا با محبت هستن. این عمل جراحی من یکی از مشکل ترین عملای بود، برای اینکه اینا میخواستن منو بیهوش بکنن بعد منو بهوش بیارن که دارم وقتی که جراحی میکنن بتونن با من صحبت بکنن که عصبهای به اصطلاح حساس رو قطع نکنن. بعد من چون که مشکل قلب داشتم، نگران بودن که من امکان داره سکته قلبی بکنم، چون منم عمل قلبم کردم، میدونی یه دونه بایپاس اونجا گذاشتم. بعد گفتن که به اصطلاح حالا ما این کار میکنیم، چون اگه این کار نکنیم امکان داره عصبهایی بزنیم که مثلا شما از دست طرف راست بدن تو از دست بدی. و اینا واقعا منو ترین کردن و اینقدر این تا اونجا که من میدونم بعد از جراحی به من گفتن این عمل
سالی یه بار تا دو بار اتفاق میفته و دانشگاه‌های دانشکده پزشکی از جاهای مختلف اسکاتلند میان از اون بالا نگاه میکنن. البته من که تا حواسم نبود اون ببینم کیا دارن نگاه میکنن، ولی بعدا به من اینو گفتن. حالا من سوال کردم ازشون بعد از جراحی، پرسیدم که برای چی من چیز کانسر گرفتم؟ گفتم بد لاک. در صورتی که من خیلی چیز بودم، پیاده روی می رفتم، ماشین اصلا استفاده نمی کردم، اصلا برای من تعجب بود. بعد من فکر کردم که لاک چیزی هستش که یه درصد ثابتی داره. شما اگه مثلا یه بلیت بخت آزمایی امروز بخری، با اینکه 5 سال پیش خریدی، با اینکه 5 سال بعد بخری، شانس بردن یکیه، مثلا 1 در 14 میلیون. خب چطوریه که اگر لاکه، چرا این لاک روز به روز داره کمتر میشه؟ یعنی 50 سال پیش 1 نفر در 10 نفر چیز میگرفتن، کانسر میگرفتن، الان 1 نفر در 2 نفر مرد و 3 نفر زن کانسر میگیرن. خب این لاک نباید عوض بشه تعدادش. بعد پیش خودم گفتم که خب الان ما همین مشکل رو توی مثلا شامپانزه ها که 99% گینه ما رو دارن، آیا همین اتفاق میفته؟ یعنی از 10 به 2 رسیده، پس نمیتونه لاک باشه. بعد از اونا پرسیدم که چه غذایی من باید بخورم. گفتن که هیچ دایت خاصی نداری، تو 1.5 سال زنده ای و از زندگی خود لذت ببر، ولی گفتن که مطمئن باش که غذای خوب میخوری چون انرژی زیادی داری و باید استفاده کنی. خودشون هم غذایی که میدادن غذای چرب و چیلی و نمیدونم با قند و نمیدونم شیرنی و این چیزا بود. البته من میدونستم که شکر بده برای برنامه‌ریزی دیابت خودم، مرض قند خودم، من اون رو نمیخوردم. بعد من گفتم خب مگه نمیگیم تو اون چیزی که هستی که میخوری، پس این باعث یه اثری توی سرطان ما داشته باشه. بعد اول فکر کردم که شاید موبایل فون، تلفن همراه، تو اون موقع من تلفن رو میذاشتم تو جیبم. بعد اصلا گفتم مثلا کانسر چیه؟ چطوری میتونیم باهاش بجنگیم؟ خب اینا که عمل کردن، من 3 ماه حرف نمیتونستم بزنم. خب قبل از جراحی من به اصطلاح وصیت‌نامه رو کردم و وکالت دادم که اگر من به اصطلاح مردم یا ناتوان شدم، بتونن در مورد من تصمیم بگیرن. تمام پروژه هامو دادم به 4 تا پست‌داکم. من 1,200,000 پوند در سال پروژه داشتم، 14 تا دانشجو داشتم، تیممون بالای 20 نفر بودم، بعد شرکت هایدرافکت هم حدود 20 نفر داشتن، یعنی یک گروه بزرگی با من کار میکردم. بعد اینا به من چیز دادن، وارنینگ دادن که امکان داره کنترل
بدنم رو از دست بدم. خلاصه رادیوتراپی جراحی کردم و 6 هفته رادیوتراپی با نصف دوز کیموتراپی. بعدش کیموتراپی کردم تا آخر سال نوامبر 2017. بعد تو این مدت هم جایی نمیتونستم برم، یعنی پرواز نمیتونستم مثلا برم ایران فامیلام تو ایران هم نمیتونستم بیارم اینجا، ویزا بهشون نمیدادم. خلاصه اونجا اون طرف اونا جوش میزدن، من این طرف. خلاصه من دم این موقع رادیوتراپی و کیموتراپی این فستینگ رو نگه داشتم. این احتمالاً نمیدونم چه موقع این به من الهام شد که این فستینگ خیلی مهمه. به هر حال این فستینگ الان دانش نشون میده که مطالعاتی کردم میکنم میبینم فستینگ، حالا براتون توضیح میدم چطوری این مهمه، اثر مهم میداره. میخواستم از دانشگاه به اصطلاح رو زمینی سلامت به اصطلاح بازنشسته بشم. بعد اونجا بچه های HR گفتن که تو بهتر بازنشسته نشی، چون اگر در حال خدمت بمیری پولی بیشتری به خانوادت میرسه. من هم کنم باشه. بعد 6 ماه گفتن که پول کامل میدن، 6 ماه بعد نصف میدن. من 3 ماه نمیتونستم حرف بزنم. کوردینیشن مغز و هندم دستم از بین رفته بود. پسفوردها رو همه رو فراموش کرد. راحت. اسپرینگ اینقدر تو بگوز سال 1 انگلیسی بودم. هیچی بلند نبودم. هنوزم مشکل دارم. یعنی اگر آتو کورکشن نباشه من اوضاعم خرابه. توی چه روی به اصطلاح اردر حرفا اینم مشکل دارم. بیشتر موقع ها مغزم کار نمی کنه، حافظه‌ای که تو دست و پام هست اونا رو کار میکنه. مموری به اصطلاح شورت ترم هم داغونه. بعضی از گلندهام آسیب دیدن، چون اینا انتظار موقعی که رادیوتراپی کردن، چون اینا انتظار نداشتن که من بیشتر از 2 سال زنده باشم. و اون موقعی که رادیوتراپی کردن اونجاها رو صدمه زدن. بعد الان سمت اینجا سمت چپ به اصطلاح چیز من اسکین من اصلا کلی به اصطلاح مو از بس رفته و اون به اصطلاح تکسچرش عوض شده. و خب سام این برسینگ دیسابیلیتی حالا دیگه اونا رو نمیخوام صحبتشو بکنم. خب حالا علت کانسر چیه؟ تا اونجا که من میدونم ما کمتر از 50 تریلیون سلول انسانی داریم و بیشتر از 50 تریلیون سلول حیوانی داریم تو بدنمون. یعنی کلن حالا بالا پایین حدود 100 تریلیون 12 زیرو سل داریم. بعد این سلهای معمولی بعد از اینکه پیر میشن میمیرن. یعنی یه سیستمی توشون هست
که وقتی که پیر شدن میمیرن. حالا اینکه چطوری اون پیرا رو زود بکشیم، اون یه بحث جداگونه است. چون اونا اون زامبی سل بهش میگن، اونا نه تنها کمک نمی کنن بلکه مزاحم میشن. این حرفایی که من میزنم بعد از 6 سال مطالعه هستش. یعنی من اولش جرأت نمی کردم در این مورد صحبت بکنم، چون به خودم اطمینان نداشتم. این رو کراس به شما بگم، یعنی من به اصطلاح یه متخصص هایدریت و فلو اشورنس و پی وی تی بیام در مورد کانسر صحبت کنم، ولی کم کم اعتماد به نفس خودم پیدا کردم، چندین بار اشتباه کردم و تصحیح کردم. بعد دیدم که اینا یه جوابهایی سیستم داره جواب میده. بعد دیگه جرأت کردم که اینو با به اصطلاح مردم به اصطلاح صحبت کنم و یه چیزی بگم. بیشتر این چیزا تو اینترنت هست، بیشتر اینا، البته چیزای جدید من پیدا کردم، ولی اینقدر دیتاهای غلط هست که دیتاهای درست گم شدن. میدونی منظورم چیه؟ خلاصه کانسر سل اونا نمیمیرن، اونا آوت آف کنترل رشد میکنن و مزاحم سلهای معمولی میشن. بعد این برای بدن خیلی مشکل میشه و اینا سلهای سرطانی اینا شوگر استفاده میکنن و شاید شما خدای نکرده اگر برای میخواستم ببینن که شما مثلا سرطان داری یا چقدر سرطان داری، یه ماده شیرین به شما میدن ولی رادیواکتیوه که شما اونو میخورید، اونجاهایی که سرطان هست اونجا فعالیت زیاد میشه. این یه نمونه مشخص اینه که سلولهای سرطانی شکر زیاد استفاده میکنن. الان مثل این که گلوتامین هم برای سلولهای سرطانی مصرف میشه. پس دو تا خوراک برای سلولهای سرطانی هست. خب گفتیم میلیاردها بیلیون سل استفاده میشه، تریلیون سل داریم تو بدن. حالا جالب اینه که هر ثانیه 1 میلیون سل میمیرن. حالا این سل ها که میمیرن بایستی جابجا بشن، جاهای مختلف بدن عمرشون فرق میکنه. مثلا جداری لوله 5 روز، در عرض 5 روز عوض میشه. جگر 10 تا 16 ماه عوض میشه. چیزهای مایچه های بدن مثلا امکان داره 15 سال باشه. جاهای مختلف بدن عمرشون فرق میکنه. بنابراین این 1 میلیون سل در ثانیه که میمیره مقدار کمیه از تمام سلهایی که بدن وجود داره. بنابراین باز سلولهای جدید تولید بشه. اینا سلولهای به اصطلاح استم سل از استخون انسان میاد و بعد تو محیط به سلهای مختلف تبدیل میشه. حالا مثل یه
کارخونه. بعضی از سلول ها ناقصن، درست؟ بعضی از سلول ها ناقصن مثل کارخونه، ولی مقدارش خیلی کمه. حالا قبلا باور میشد که امیون سیستم، سیستم ایمنی بدن باید اینا رو از بین شناسایی کنه و از بین ببره. ولی الان من متوجه شدم علاوه بر این، اینکه ما روزه میگیریم موقعی که گشنه هستیم، این هم باعث میشه که سلول های سرطانی بازیافت بشن. این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. یعنی ما اومدیم گشنگی رو برطرف کردیم، باعث شدیم سرطان زیاد بشه. ببین اصلا باور کردنی نیست، برای من حداقل باور کردنی نبود. حالا میگم برای چی. خب حالا سوال این بود که ما میبینیم که اون صحبتی که اول کردیم که ما تعداد سرطان ما 1 به 10 بود، چطور زیاد شد؟ آیا بدن بیشتر سلول سرطانی تولید میکنه؟ آیا سیستم ایمنی بدن ضعیف شده؟ یا هر دوتا؟ آیا سلولهای سرطانی، سلولهایی که جدید هستن، اولش سرطانی میشن یا بعدش سرطانی میشن؟ من میخوام به اصطلاح پروپوز کنم که چیز اصلی که ما این است که ما توی فول سایکل آف بدن نمیریم. یعنی شما غذا میخوری، انرژی یه مقدار میری توی به اصطلاح مایتات، یه مقدار میره تو جگره و با انسولین بعضی ها به چربی تبدیل میشن. این کاری که بدن میکنه. حالا ما باید این سایکل رو کامل کنیم. یعنی یه بار اولش بیایم انرژی از ماسل ها رو استفاده کنیم، بعد گلایکوژن توی لیور رو باید استفاده کنیم، بعد این فت رو استفاده کنیم، تا اینکه این زمانی که فت رو داریم میسوزونیم، سلول های سرطانی، سلول های سالم به سلول های سرطانی حمله کنن و اونا رو از بین ببرن. این چیزی که من میخوام پیشنهاد کنم. حالا به این بیشتر نگاه کنیم. بدن انسان دی ان اش تغییر زیادی تا 200,000 سال پیش نکرده. خب اگر فرض کنیم 200,000 سال پیش 24 ساعت از 60، حالا ببینیم چه اتفاقی اینجا میفته. خب ما هانتر گدره بودیم دیگه. یعنی چیکار میکردیم؟ شکار میکردیم، جمع میکردیم، تو اون سوسایتی بودیم. بعد فریزر هم که نداشتیم، شکار رو باید میخوردیم، درست؟ بعد دوباره میرفتیم دنبال شکار. حالا نگاه کنیم اون موقع غذایی که ما میخوردیم چی بود؟ زندگی ما چطور بود؟ غذامون اینطوری بود. اونایی که لب دریا بودن بیشتر ماهی. بعد اونایی که تو ساحل بودن بیشتر گوشت حیوانات مختلف، یا به اصطلاح نات، سید، وجتبل، این چیزایی که میخوردن. و این مهم دیگه این که
اون زمان بر اساسی که چیزی که اویلیبل بود، یعنی بر اساس فصل بود. خوشبختانه ما اینو تو ایران داریم، مثلا تو اینجا انگلیس نداریم، همیشه آماده است، چون جاهای مختلف میاد. بعد یه مسئله خیلی مهم اینه که صبح شب زود میخوابیدیم و صبح هم زود بیدار میشدیم. بیشتر وقتها گشنه بودیم. تمام فول سایکل این بود که میخوردیم، انرژی میرفت تو ماسل، بعد توی لیور، بعد تو فت. بعد موقع وینتر تو سمستون خیلی گشنه بودیم و بعضی موقع به خاطر همین میبردیم. و یه مقدار زیادی فعالیت فیزیکی داشتیم، بیشتر مواقع آرامش داشتیم، نویز نداشتیم، سرعت زندگی خیلی آروم بود، مگر یه حیوانی به ما حمله میکرد. یعنی مثلا یه حیوانی حمله میکرد یا ما یه حیوانی دنبال میکردیم، مثلا برای ربع ساعت فشار بود، زیاد بود، بعد دیگه آرامش بود. بعد به اصطلاح آسمان پر از ستاره بود. بعد آفتاب زیاد میخوردیم. بعد به بدن، یعنی به زمین وصل بودیم. کفش نداشتیم که. به زمین وصل بودیم. حالا ما میفهمیم که زمین به اصطلاح انرژی منفی داره و باعث میشه که سلول‌های بدن ما به اصطلاح همجهت بشن و این در به اصطلاح ساختن سلول‌های بدن اثر مهمی داره، هم از لحاظ ولتاژ و همین که به اصطلاح این سلامت سلول‌های جدیدی که تولید میشه. چون یه سلول جدید که میخواد تولید بشه 50 میلی ولت انرژی میخواد، یا مایکروولت، دقیقا تو ذهنم نیست. ما الان، من چیزی که الان فراموش نکنم اینه که به دوستان سفارش میکنم که کمن نیم ساعت بدون به اصطلاح کفش یا دریا ساحل که بدون کفش، اگر هیچ کدوم از اینا نبود، لطفاً با محبت درخت ها رو رمز کنید، چون درخت به زمین وصله. میدونید، رمز کنید، بغل کنید، این برای سلامتی خودتون خوبه. خب، در این به اصطلاح Tree of Life، یونیورس، دنیا 13.8 بیلیون years به وجود اومده. زمین 4.5 بیلیون years. زندگی رو زمین 3.5 تا 4 میلیون بیلیون years وجود داره. اولش تمام اتمسفیر به جای اکسیژن نبود. به جای اکسیژن که الان 21%، 21% CO2 بود. درست؟ نیتروژن هم چیزی بود که الان هست. درست؟
تا اینکه پس اینجا زندگی بر اساس چی بود؟ CO2 بود. موجودهای تکسلولی که خیلی از لحاظ انرژی به اصطلاح راندمان خوبی نداشتن و اینا خیلی 1.5 بیلیون یرز توی زمین فرمانروایی میکردن، تا اینکه یه جلبک های انرژی فتوسنتز رو استفاده کردن و اینا اکسیژن تولید کردن. 2.8 بیلیون یرز اکسیژن تو سرعت سوخت سازش سریعتر بود، باعث رشد زندگی در زمین شد. آخر دایناسورها 66 میلیون یرز بود. زندگی انسان یعنی از اینجا 200,000 سال پیش شروع شده. بعد اگریکارچر 7,000 to 15,000 years ago، پس اینم جدیده. تمدن 6,000، زندگی اینداستریال تقریبا 200 سال پیش و تغییرات اخیر حدود 50-70 سال پیش. حالا اینو اگر نگاه کنیم، این از اولین سلول اینجاست که اینا CO2 استفاده میکرد، درست؟ و اینم آخر سر انسان، اینم همین. ولی یه چیزی که مهمه، این سلها یا این مکانیزم تولید انرژی هنوز تو بدن ما هست. بنابراین سلول های ما میتونن به مصرف کننده CO2 استفاده بشن و اونجاست که کانسرس میشن، باعث کانسر میشن. خب این گفتیم که 200,000 سال پیش زمان صفره. الان میبینی اگریکارچر ساعت 23:09، سیویلیزیشن 23:16، اینداستریال 200 سال پیش 23:58، یعنی 1.5 ثانیه. 70 سال پیش میشه 0.5 ثانیه. خب اولا میبینی که نور جدیده برای ما، پس یه چیز جدیدی ما معرفی میکنیم. حالا بعضی از سوسایتی ها به نون عادت دارن، بعضی ها مشکل دارن. شما احتمالاً گلوتن شنیدید. خب این الان یه اتفاق که نوع غذا و نوع فود عوض شده و فریکونسی چند بار غذا میخوریم اونم عوض شده، درست؟ حالا این به نظر شما با ریت تکامل انسان میسازه یا نه؟ میتونه کپ کنه یا نه؟ خب این زمانها رو دقت بفهمید، خیلی کمه. من فکر میکنم شاید بد نباشه یه استراحت 10 دقیقه بدیم، یه قهوه هم من بخورم، یه خورده احساس میکنم خسته شدم. موافقید؟ بله بله آقای دکتر، بله حتما. بله تشکر.
خب چه اتفاقی افتاده؟ خب ما یه دونه راندوم که مقدارش خیلی کمه، حدود 10,000 سلول سرطانی در روز تولید میشه، در مقایسه با شرکت های تولیدی خیلی کمه. آیا این علاوه بر این چیزهای دیگری هم هست که میتونه سلولای سرطانی ایجاد بکنه؟ مواد شیمیایی که استفاده میکنیم، سیگار. دوستان عزیز، من 18 سال سیگار میکشیدم. اینو اصلا ول کنید، هر کی سیگار میکشه اینو ول کنه، این سموم. بابا این سرخپوستا یه جشنی میگرفتن، چیزی میکردن، صلح میکردن، یه سیگار میکشیدن. اینطوری هر روز نبود که. پولوشن، دود، اکسری، یووی رادیشن، موبایل فون. موبایل فون از خودتون دور نگه دارید، به بدنتون نچسبونید. وقتی موبایل فون دارید از گوشی استفاده کنید. این مسئله مهم که از چیز ما دور شدیم، از طبیعت دور شدیم. ما از طبیعت هستیم، نه اینکه جدا از اونا. گفتم بیشتر سلهای ما انسانی نیستن. از کجا میان؟ از طبیعت میان. ما از طبیعت دور بشیم داریم خودمون رو از بین میبریم. این میکروبیوم توی به اصطلاح روده های ما، اینا حالا بعد توضیح میدم، گات لیکینگ، اینو توضیح میدم که چه اتفاقی تو روده های ما داره میفته که سلول های دفاعی ما رو اونجا مشغول میکنه. بودی که به ما میدن نان ارگانیکه، تمام زمین های بیشتر زمین های کشاوری ما شده چیز کود شیمیایی. اینا با ما نمی سازه. یه مسئله مهم اینه که ما خیلی، نه همه ما، ولی ما برای زیاد خوردن ساخته نشدیم و مرتبم خوردن ساخته نشدیم. یعنی به نظر من با دانش خیلی کمم که دکترها میگن که شما غذاتون رو هر دفعه کمتر بخور ولی دفعاتی بیشتر بخور، این اشتباه است. حالا توضیح میدم برای چی این اشتباه است. شما باید حتما روزه بگیری. این چیزایی که جرم ها رو میکشه، آنتیبیوتیکا، این آنتیبیوتیک مثل این که دو تا مثلا سرباز دشمن تو جنگل هستن، تو تمام جنگل رو بمبارون میکنه. این اصلا اشتباه است. الان کی تب میکنه؟ قبلا ما تب میکردیم. تب سیستم دفاعی بدن انسانه. آنتیبیوتیک سعی کنید تا اونجایی که میشه کم کنید. فیزیکال موومنت، این خیلی مهمه برای اینکه این سیستم به اصطلاح مواد زائد خون با حرکت کردن دفع میشه.
نور خورشید، نور خورشید، نور خورشید ویتامین دی تولید میکنه و ویتامین دی سیستم ایمنی بدن، ویتامین دی نقش خیلی مهمی داره. شکر، شکر الان ثابت شده که سلول های به اصطلاح میتوکندریا که انرژی بدن تولید میکنه، شکر اینو مسموم میکنه، یعنی باعث میشه که به اصطلاح سرطان تولید بشه، هم سلول های سرطانی تولید میشه، هم میگه خورات اصلی سلول های سرطانی است. شکر رو اصلا فراموش کنید دوستان. متاسفانه هر چیزی شما بخرید شکر توش هست. ما باید حرکت کنیم که این اینو از دور بشیم. حالا چیزایی که باعث شدن که استرس ما زیاد بشه، امیون سیستم ما، سیستم دفاعی ما ضعیف بشه، یکی استرس. ما تو جسممون یه حیوانه، درسته؟ حالا روح و اینا رو کار ندارم. جسممون 92% شبیه شامپانزه است، دی ان ای ما. حالا روحش خب فرق میکنه. خب حیوان یه بار دو بار تحت حمله قرار میگیره یا به کسی حمله بکنه. ما الان تو کارمون هر روز داریم حمله میشیم یا حمله میکنیم. این استرس زیاد میکنه. استرس یه سیستم خوبیه، باعث میشه که تمام انرژی ما توی ماهیچه‌های ما جمع بشه، ولی اون موقع تمام انرژی ما تو ماهیچه‌هامون جمع میشه، آیا انرژی میذاریم که با سلول‌های سرطانی هم مبارزه کنه؟ نه، اون درجه دوه. درجه اول اینه که از این حمله‌ای که با ما میشه خودمون رو نجات بدیم. بنابراین سلول‌های سرطانی رو اصلا فراموش میکنیم. زندگی سریع، باید به خودمون وقت بدیم. شبا نمیخوابیم. این خواب خیلی مهمه، خیلی مهمه. این باعث میشه که سیستمای به اصطلاح هر بار که ما غذا میخوریم، سیستمهای روده و معده ما تحت فشار قرار میگیرن، یعنی wear and tear اتفاق میفته، صدمه میبینن. موقعی که خوب بخوابیم اینا تعمیر میشن و گشته میمونیم، اینا تعمیر میشن. بعد چه ساعتی ما میخوابیم؟ الان نور هست، طرف تا 12 شب، 1 شب، 2 شب بیداره، با اون بدن خواب نمیشه که. ایر پولوشن، اسموکینگ، بعضی ها زیاد مشروب میخورن، فرصت نمیدیم به زبان، به بدن خودشو تعمیر کنه. مواد شیمیایی همه جا، توی به اصطلاح خاک، آب، هوا. یه چیز خیلی مهم اینه که چند مرتبه در روز غذا میخوریم. این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. بدن ما برای این ساخته نشده. من 85 کیلوگرم بودم و میدونستم باید وزنم رو کم کنم. با ووتر فاستینگ
22 ساعت چیز بودم، فصل میکردم، یعنی روزه میگرفتم. وزنم رو رسوندم به 55 تا 60. ولی اگه این کار رو میخواید بکنید، یه روز فقط مواظب بی ام آرتون باشید که زیر 20 نیفتید، تو اونطوری خیلی لاغر میشید. بعد من در مورد دایت های مختلف خوندم، فهمیدم که شکر خیلی بده و چیزایی که همونطور که گفتم سلول های سرطانی تولید میکنن، خودشون هم سوخت سلول های سرطانی هستن و میتوکندریا رو از بین میبرن، صدمه میزنن. من نمیدونستم موقعی که داشتم جلوی سرطان رو میگرفتم، من نمیدونستم که بایستی جلوی مثلا نون و برنج و پستا و فروت و بیز و اینا، چون من تا ساعت معمولی، تا ساعت 1 و 2 بعد از ظهر هیچ چی نمیخوردم. بعد میومدم مثلا صبحانه رو میخوردم، بعد سبزیجات، بعد بعضی موقع بعدا یه چیزی به عنوان نهار 1 و 2 ساعت بعدش با پستا و نمیدونم، نه ببخشید، با سیب زمینی و اینا. بعد شام یه خورده برنج میخوردم. این باعث شد من 4 سال ویجیتریان بودم. فقط تنها چیزی که میخوردم، هر از گاهی ماهی میخوردم، چون ماهی از لحاظ ژنتیکی از ما دوره و مثلا عشقی به فرزند خودش نداره، میدونی. ولی مثلا مرغ و مثلا گوشت و اینا احساس محبت دارن به بچه هاشون، بنابراین من از اینا اصلا استفاده نمی کردم. تا اینکه کانسر در واقع توی اکتبر 2022 شروع شد، من زیاد دقت نکردم. تا اینکه اوایل ژانویه 2023 من قرار بود که برم ادینبرا، چون من الان هلند هستم تو برای فرصت مطالعاتی، قرار بود برم ادینبرا که درس بدم. یهو نمیتونم حرف بزنم دیگه، مجبور شدم پروازمو کنسل کنم. بعد نگاه کردم که این چیزایی که نون و به اصطلاح برنج و پستا و اینا و فروت، من عاشق فروت هستم، من شمالی هستم، عاشق فروت هستم، اینا باعث میشن که همه یه وعده‌ای که میخورم، ولی فروت رو چرا صبح هم میخوردم، دوست داشتم، اینها اثر میذاره. بنابراین اینا رو حذف کردم، بیشتر سبزیجات اضافه کردم با یه کمی گوشت، حالا ماهی باشه یا مرغ باشه یا گوشت باشه، اینا رو کامل نبود، یعنی کیتو کامل نبود. بعد فهمیدم که چیزای کانسر هم روی گلوتامین اثر میذارن. گلوتامین هم یکی از چیزایی که میتونه به کانسر سل ها خورات باشه، که اون یه خورده سخته، چون یکی از آمینو اسیدهای مهم بدنه، حالا اینکه چطور باش بجنگی یه خورده سخته. یه چیز دیگه من بگم،
ذهنیت شما خیلی مهمه. شما احتمالاً در مورد کوانتوم تئوری شنیدید دیگه. در کوانتوم تئوری میگه که همه چیز امکان وجودش هست. با افکار تو اون چیزی که دوست داری اتفاق میفته. یعنی ویژوالایزیشن خیلی مهمه. و ما اینم دیدیم. افرادی که مثلا داروی یه قرص سفیدی به عنوان دارو میدن، میگن این بهترین داروی تازه از آمریکا اومده فلان، طرف حالش خوب میشه. یا عمل جراحی میکنن، کاری نمیکنن، عمل جراحی میکنن، طرف حالش خوب میشه. این خیلی مهمه. این ذهنیت انسان، قدرت بدن روی جسم خیلی مهمه و این وجود داره. این واقعا من دیدم افراد به این حالت رسیدن. و پوزیتیو ثینکینگ خیلی مهمه، شکرگزاری خیلی مهمه. یه مقدار در روز به خودتون، مخصوصا صبح و شب، بهتون به خودتون فرصت بدید که به اصطلاح مدیتیشن بکنید. یه مسئله دیگه هم که میخوام من اشاره کنم اینجا، بعضی ها میگن که دی ان ای تو ژن ما این مریضی هست و این دست ما نیست، از مثلا از مادرم اومده، از پدرم اومده. این دی ان ای مثل کوانتوم تئوریه، یعنی همه راحت هایی که چیزایی که هست 90% مثل کوانتوم تئوری هست. یه موردی هایی که مثل آنجلینا جولی که عمل کرد، اون جزء 100% ها بود که می گرفت. ولی چیزی که تبدیل به واقعیت میشه RNA، و اون بستگی داره به زمینه‌ای که تو ایجاد میکنه. یعنی DNA تو زمینه خوب RNA خوب ایجاد میکنه، DNA در زمینه بد RNA بد ایجاد میکنه. یعنی یه دوقلو، یکیشون مثلا با یه مریضی در سن مثلا 40 سالگی میمیره، اون یکی مثلا 90 سالگی هم حالش خوبه. اون بستگی به دی ان ای. یعنی این، حالا من وقت ندارم همش رو صحبت بکنم، ولی به خودتون باور کنید. اینجا الان یه آزمایشی دکتر اموتو، اثر فکر روی کریستال های آب مطالعه کرد. ببینید اونایی که بهش love و gratitude بهشون میگه اینطوری خوشگل در اومدن، آب که یخ زده اینطوری شده. اونایی که با دیسکاس باشون صحبت کرده، اینا اینطوری شده. ما بدنمون 60-70% آبه. اینو فراموش نکنید. یعنی اینکه شما مثلا غذا میخورید شکرگزاری کنید، یا آب مثلا توی اسلام هم داریم دیگه، آب میخوری مثلا شکرگزاری میکنی، خیلی مهمه. حالا من نمیخوام روی این بحث بکنم، ولی میخواستم فقط اشاره اولیه بکنم. حالا یه سوال مهمی که توی به اصطلاح مسئله کانسر وجود داره، که آیا کانسر
به ژنتیک او متابولیک. قبلا یعنی بیشتر کارهایی که روی کانسر انجام میدادن بر اساس یه چیزی ژنتیکه، ولی الان حداقل یه مقدار زیادی میبینیم که متابولیکه و این پروفسور سیفیرایت آزمایش‌های جالبی کرده و اینو تقریبا ثابت کرده که متابولیکه. و دلیل اینکه یه سلول سرطانی میشه اینه که بهش صدمه میرسه، میتوکندریاش بهش صدمه میرسه، بعد اصلا سیستمش از اکسیژن به CO2 تبدیل میشه و نمیمیره برحال. ولی یه نقطه ضعف داره سلولهای سرطانی، این ها چربی نمیتونن استفاده کنن، در صورت که سلولهای سالم میتونن چربی استفاده کنن. بنابراین یک راه بسیار موثر با مبارزه با سرطان اینی که روزه بگیرید. این خیلی مهمه، این چیزی که ما فکر میکردیم این مسئله گرسنگیه، نه، این جزء سیستم ماست. روزه گرفتن، حالا روزه خشک یا تر، من خودم تر گرفتم ولی خشکم میشه گرفت، فقط باید مواظب باشیم که آب بنز کافی قبلش بخوریم که به اصطلاح سم داخل خونمون نره. البته من مطالعات کمی دارم ولی میخوام روی بیشتر، چون دوستان سوال کردن از من، من باید خود فرصت بیشتر میخوام که روش مطالعه کنم. پس این فستینگ خیلی مهمه. بعضی ها با فستینگ اصلا سرطانشون رو برطرف کردن، ولی اینم برای افرادی هست که زیاد لاغر نباشن، یعنی بی ام آشون زیر 20 یا 18، من الان 17 نره. و کیتوجنیک دایت که شما هیچ چیزی که شکر داشته باشه یا غذایی بخوری به شکر تبدیل بشه اونو استفاده نکنی، یا هر دوتاشون، خیلی خوبه. یه مسئله خیلی مهم اینه که متاسفانه به خاطر اینکه افراد اینو استفاده نکردن، بعضی افراد اصلا خیلی چاقن و اینا این خاصیت و توانایی رو از دست دادن، بنابراین بایستی با دقت رو این برگردن. بنابراین من نمیگم همه روزه بگیرن، ولی اگه طرف خیلی چاقه چیزی نه، باید با احتیاط وارد بشه. یه مسئله خیلی خیلی مهم اینه که سلول‌های سرطانی ضعیفن. وقتی که فستینگ میکنی، وقتی که روزه میگیری، سلول‌های سالم اونا رو ریسایکل میکنن. این چیزیه که قبلن تو سیستم ما بود، چون بیشتر وقتا گشنه بودیم، یعنی علاوه بر سلول‌های سفید از این فستینگ ما استفاده میکردیم که روی سرطانی رو از بین میبردیم. ما فکر کردیم مسئله گشنگی در ایران حل کردیم، ولی یه مشکل دیگه ایجاد کردیم. خب من کار روزانه
اینه که مثبت از خواب بیاد. تا زمانی که ذهنم رو مثبت نشه از جام بلند نمیشه. من میدونم که یه جواب برای کنسر پیدا میکنم. من شبا زود میخوابم، 9 تا 10 شب، صبح هم 5 تا 6، بعضی موقع زودتر. هر روز سرم رو رو زمین میذارم و شکرگزاری میکنم. خیلی مهمه، خیلی مهمه. ما خیلی چیزا تو زندگیمون داریم. یعنی صبح بیدار میشی، صدای پرنده ها میاد، نمیدونم هوا، میبینی یه روز دیگه دارید، یه روز دیگه خطا دارید. بعد صبح هم سعی میکنم یه مقداری وقت بذارم برای مدیتیشن. بعد اگزرسایز خیلی مهمه، اگزرسایز تمرین ورزش خیلی مهمه. این سیستمای لنفتفیک رو به کار میندازه. من هر روز 16 تا 20 ساعت روزه میگیرم. یعنی شامم 6 تا 7 بعد از ظهر میخورم، تا فرداش ساعت 13 تا 14 غذا نمیخورم. یه دایری برای خودم نگه میدارم که چیز مغزمو و طرز فکرمو یادداشت میکنم. این خیلی مهمه. این یاد چیزی آدم فراموش میکنه که چطوری بوده. به زمین وصل میشم، به زمین حتما. دندوناتون خیلی مهمه. در دندونا فیوز قسمت های مختلف بدنه. حتما دندونتو فلاس بکنید، تمیز کنید، بید دندونو تمیز کنید. چیز آن هلسی نخورید. ببینید تو چه نوشته. اون یه بحث جداگونه است. غذای سالم بخورید. تا میتونید سعی کنید ارگانیک فود بخورید. شما اون چیزی هستید که میخورید و اون حیوان یا سبزیجاتی که شما میخورید اونا هم چیزایی هستن که اونا میخورن. بنابراین باید این سالم باشه تا ما سالم باشیم. همونطور که گفتم سپتامبر 2022 من احساس کردم که سرطان برگشته. اول احساس نکردم برگشته و دیدم که همه به اصطلاح تو دهنم تغییر کرد. بعد یه مقدار ویکنس توی سمت راست بدنم احساس کردم. راست رو نمیتونستم کنترل کنم. بعد این جنیاری که نتونستم صحبت کنم دیگه فهمیدم که سرطان برگشته. دایت ما به سمیلار تو کتوژینی. دقیقا من زیاد دوست ندارم گوشت بخورم، برای که هم گوشت سالم پیدا کردن مشکله، همین که من گوشت رو به عنوان به صلاح ظلم به حیوان ها نگاه میکنم. ولی سعی میکنم که کمتر بخورم. دوباره وقتی که رفتم به این کتوجنی دیگه استاپ کرد، دیگه چیزای سرطان استاپ کرد. الان هم حالم خوبه. البته امروز شما مجسم کنید من ساعت 5 صبح بیدارم. الان ساعت چنده؟ ساعت تقریبا 9 شبه. شما اگر بتونید غذا رو به کنسلای سر چیز کنید اونا ضعیف میشن، بهشون نرسونید. من امارای آخرینم 23 فوریه
سایز کنسر، دکترم گفت the same size، ولی من دیدمش کوچکتر شده و خودم هم احساس میکنم کوچکتر شده. اگر شما بدنتون سالم باشید، همه جای بدنتون سالمه و خود بدن بایستی بتونه ما رو ترمیم کنه. خیلی چیزا میتونم صحبت کنم ولی تو این مسیر زمان کم کافی. این میتوکندریا، این سلول ماست، این میتوکندریاست که یه سلول غیر انسانیه و دی ان ای مختلف داره. یعنی اینجا توی هر سل صدها میتوکندریا هست و همونطوری که عرض کردم شکر میتونه اینا رو اثر بذاره. به نظر میرسه که رادیشن اینا میتونه اثر بذاره و اینا سرطانی بشن. گات لیکی اینو اشاره میکنم چون این مشکلی که الان جوامع امروزه خیلی درگیرش هستن. ما گات لیکینگ، این روده های ما که وصل میشن به رگای خونی، اینها مواد یعنی که ما میخوریم تبدیل به غذا میکنن، تبدیل به شکر میکنن یا چیزهای مختلف که میره تو خون ما. حالا اگر ما هر بار که غذا میخوریم این wear and tear توی گات ایجاد میشه. نوع فود هم مهمه و بستگی داره به ریشه ما. آیا به اصطلاح مثل اسکیموها همش گوش خوردیم یا مثل ایرانی ها بیشتر نون خوردیم؟ وقتی که ما غذا میخوریم سلول های دفاعی ما جمع میشن که مواد سمی داخل خون نیاد، درست؟ یا اگه احساس کنن داره میاد داخل خون، اونجا جمع میشن که جلوشو بگیرن. چون اونا که بیان داخل خون بشن، اون موقع ما حساسیت به غذاهای مختلف پیدا میکنیم و اینا جمع میشن. بنابراین دیگه انرژی ندارن، دیگه نیروی ندارن که برای سلولهای سرطانی بجنگن، درست؟ بنابراین این اجازه میده که کانسر تو جاهای مختلف بدن رشد کنه. حالا اینجا اون مسئله فستینگ و گود سلیپ خیلی مهمه. گود سلیپ برای تعمیر روده ها و فستینگ برای اینکه سلول های سالم، سلول های سرطانی رو ریسایکل میکنن. این هرسی گات میبینید تمام چیزای خوب و چیزای بد این طرف هستن. اگه هرسی باشه فقط چیزای خوب وارد میشن. اگر گات هرسی نباشه این چیزای بد هم وارد میشه و بعد سلول های سفید با اینا بجنگن. بنابراین وقتی که غذای خوب میخوریم یا روزه میگیریم، اون موقع گاتمون و اون روده هامون رو سالم نگه میداریم. حالا یه چیز دیگه هم که من میخوام پیشنهاد بدم که در واقع ما نه تنها پوست بیرونی داریم
بلکه یه دونه پوست دیگه هم داریم. اون پوست دیگه اینجاست، سیستم هاضمه ماست. این جزء بدن ما نیست. تمام مولکولاش هم، اون چیزایی که داخلش هست، غیر انسانی هست و اینا رو بدن، رو مغز ما اثر میذارن. یعنی که مثلا چی دوست داری، اینا از طریق بیگسل نر به مغز دستور میدن. یعنی اونجاست که بدن نمیتونه، انسان نمیتونه خودش رو کنترل کنه. بنابراین اینو به صورت یه پوست دیگه نگاه بکنید. درست؟ همونطوری که نمیذارید رو پوستتون مواد سمی بریزه، اینجا هم با داخلش نباید بذارید، چون که اینم یه پوسته و میره داخل بدنه. و حتی میخوام بگم که ششهای ما هم یه پوست دیگه هستن. برای همین مواظب باشید که چه نفس میکشید، سیگار نکشید. بر اساس دانش محدود من، اینا از میکروبیوم ما از توسط مادرمان توی برس کانر، اونایی که طبیعی زایمان میکنن، اگر نمیکنن، سیزاریان میکنن، بایستی یه مقدار از چیز به اصطلاح موادی که هنگام زایمان ایجاد میشه بدن به بچه که گات بایمش مثل مادرش بشه و بعد با محیط عوض میشه و اون چیزی که ما میخوریم میتونه میکروبیوم رو خیلی اثر بذاره. برای میکروبیوم خیلی مهمه. میکروارگانیسم‌هایی هستن که باکتریا و فانگی و ویروس و تو سیستم ما هستش. بنابراین ما بیشتر باکتری هستیم تا اینکه مال سلول‌های انسانی و اینا نقش مهمی دارن. ما غذایی که میخوریم کی تجزیه و تحلیل میکنه؟ همین گات بایم و اینا. خیلی مثلا شما یه نفر، به نظر من ها، یه چیزی که نوشته مثلا 99% باکتری ها رو از من میبره، این خوبه یا بده؟ این بده، چون همونطور که باکتری های بیرون میبره، باکتری های داخل هم میبره. یا یه چیزی که به اصطلاح عمر رو زیاد میکنه، پرزرواتیو، خب این خوبه یا بده؟ این به نظر من بده، به خاطر اینکه این چطوری پرزرو میکنه، چطوری نگه میداره؟ با کشتن باکتری ها دیگه. خب اینا تو مال چیز خودمونم، توی سیستم هاضمه ما هم اینا رو میکشه. بنابراین ما، به نظر من میرسه که بایستی هر کدوممون یا یه جایی با اطمینان بخریم یا خودمون باخشه داشته باشیم. به نظر من این، بنابراین میکروبیوم به محیط بستگی داره و چیزی که ما میخوریم و این به اسکین و گات و لانگ اثر میذاره. نه، حالا اگر شما محیط رو عوض کنید، خب باکتریوم ما عوض میشه. الان من نصف 50 سال گذشته 70% انیمال ورد تو دنیا رو از دست دادیم. اینها جزء ما هستن. هر کدوم اونا که از بین بره، یه چیزی تو ما از بین میره. یعنی ما داریم خودکشی میکنیم. روکراس.
یه زمانی بود گفتم انسان 200,000 سال پیش، ولی یه زمانی 20,000 سال پیش یه دونه زن بود و 6 تا مرد. 10,000 سال پیش 5 میلیون انسان بودن. 4,850 میلیون. 480 سال پیش 500 میلیون. 1986 5 بیلیون. الان 8 بیلیون. خب الان ما چیکار کردیم؟ ما الان از همه کس به اصطلاح قوی تر ما هستیم. خب اگر انسان قوی ترین موجود زمینه، آیا ما مسئول حیوانات دیگه نیستیم؟ یعنی شما مجسم کنید، شما یه برادر یا پدری، یه خانواده هستی، از همه قوی تری، میزنی همه رو میکشی. الان ما داریم این کار رو میکنیم، مخصوصا اگه فکر کنیم اینا تو بدن ما هستن. آیا ما مسئول محیط اونا نیستیم؟ آبی که میخورن نیستیم؟ زمینی که دارن نیستیم؟ آیا پولوشنش نیستیم؟ اگر فکر کنیم که اینا تو بدن ما هستن، که هستن، آیا ما اینا رو از بین میبریم؟ اینها دشمن ما نیستن، ما ضعیفتر میشیم اینا رو از بین ببریم. همه که الان داریم میشیم دیگه. شما الان میبینید انسان امروزی خیلی ضعیفتر از انسان قدیمی. در واقع ما ضعیفتر میشیم، اونا ضعیف بشن و ما میبینیم اگه اونا بمیرن. روک و راست. در یه دنیای ایدئال ما بایستی از انوایرمنت سبزی به صلاح گرین ایریا، آب و هوا محافظت کنیم. ما از همه قوی تریم، ما مسئولیت داریم. ما بایستی در صلح با تمام حیوانات بشیم و بهشون اجازه فریدم و حرکت بدیم. این باعث میشه که سویلمون رو ریکاور بکنیم. ما الان به اندازه 60 تا 70 سال میتونیم هاروست کنیم، بعد از اون زمین حاصل خیز نداره. ما اینو باید به بچه هامون یاد بدیم که حیوانات دشمن ما نیستن. به نظر من رودها، جاده ها یا بایستی بالای زمین باشن یا پایین زمین، زیر زمین، که حیوانات بتونن راحت حرکت کنن. این باعث میشه سول رو ریکاور کنیم. اونا پارت ما هستن. اگر اونا بمیرن ما میمیریم. ما بایستی تا اونجایی که میشه زندگی در 200 سال پیش رو شباهت سازی بکنیم. بدن انسان جزء فول سایکله. این چیزی که 200,000 سال پیش در ما گذاشته شده. از کی مردم همش سیلن؟ از کی؟ 100 سال پیش؟ و اصلا هیچیه. 100 سال پیش هیچی نیست. تقریبا 7-8 سال پیش اولین بار بود که افرادی که از چاقی مردن بیشتر از افرادی که از گشنگی مردن. خب بنابراین یادتون باشه این 200 اینو
70 سال پیش، بایستی فکر مثبت داشته باشیم. مدیتیشن، آرامش، و بتونیم شبیه سازی بکنیم زندگی در 200,000 سال پیش. غذایی که اونا میخوردن نگاه بکنیم، این ما چیزی که داریم میکنیم اینه که بچه های ما آسمان رو نمیبینن، اون دنیایی که خور ستاره است. ببینید الان شما این به صورت تلسکوپ وب هنوز یه چیزی مثل زمین پیدا نکرده. ما دنبال بهشت میگردیم، زمین بهشته. زمین تو اونجا رو بهشت هستی، میگه بهشت میخوام برم بهشت. این زمین بهشته. من فکر میکنم که دولت ها باید اجازه بدن بچه های ما با خاموش کردن چراغ ها اجازه بدن بچه های ما آسمون ببینن، عظمت این ستاره ها رو ببینن. نور خورشید و وصل شدن به زمین خیلی مهمه. شکر یه سمه. زندگی های دیگر رو ساپورت کنی، اونا دشمن ما نیستن، اونا دوست ما هستن. این شاید بتونه کاهش بده مریضی رو. اگر خدای نکرده کانسر دارید، سعی کنید که روزگیری بکنید حداقل 12 ساعت، ولی بیماتون رو نگاه کنید، با دکترتون هم مشورت کنید، از ابسولوتی شکر نخورید. نگاه بکنید، متاسفانه شکر همه جا هست، همه جا هست. یه سمه. و اگر سرطان دارید، چیزایی که سریع به شکر تبدیل میشن اونا هم نخورید. تا زمانی که مثل دارو حالتون خوب بشه بعد بخورید. یه دونه چیز دیگه هم گلوتامینه که راههایی هست. اگر خدای نکرده با این روش ها نتونستید سرطانتون رو روش کنترل کنید، روش های دیگه هم هست که من میتونم با تماسش با من به شما توضیح بدم، چون این فقط یه چیز خلاصه هستش. آرزو من اینه که، هدف من اینه که واقعیت این سرطان برای من نعمت بود، برای روش‌ها به دلایل مختلف، و انشالله یه روزی در موردشون صحبت میکنم. من میخوام این چیزی خدا به من داده، مثل یه قماربازی که من بردم، الان با بردم داره بازی میکنه. من قرار بود یه سال نیم، یعنی 4 سال پیش، 5 سال پیش بمیرم. من میخوام این عمری که خدا به من داده توی صلح و به اصطلاح محبت و به اصطلاح عشق زندگی کنم، و این پیس و کایندنس و لاف برای انسان، برای حیوان، برای درخت‌ها و هر چیزی که روی ارث هست، ارث دنیا، زمین، بهشته. Already we are in paradise و بیاند. من از خدا شکر میکنم که به من این فرصت رو داد که با شما صحبت کنم، و من از شما تشکر میکنم برای حرفای من گوش کردید. امیدوارم که زندگی من یه اثر مثبت داشته باشه از این ومینارها و لکچرها، و به امید خدا
این عمل جراحی رو من خیلی محدودیت ایجاد کرده، ولی امیدوارم که اینا رو به کتاب تبدیل کنم. امیدوارم که بچه های ما دیگه آسمون رو ببینن حداقل چند شب در روز. و من میخوام که دوست دارم که و امیدوارم که شما به این مأموریت جدید من به من کمک کنید. ما این شرکت هایدرا گرین رو ایجاد کردیم که هایدرا از آب، گرین هم خب چیز جنگل و اون چیزا و انوایرمنتی که باید پروتکت بشه. و اون زیر هایدرا گرین نوشه ارگانیک هلسی هپی، یعنی برگردیم به طبیعت، زندگی سالم، به اصطلاح زجری که مریضای ما میکشن. من نفر سرطانی تو خانواده خودم دارم، زجری که میکشه و لو توی سیستم کمیکال مدیکال. و این پول رو برای کارهای خوب استفاده کن و همه هم واقعا زمین بهشته، ما همه میتونیم خوشبخت باشیم. من میخوام که از هد دپارتمان من و اسکول، با اینکه اونا نمیخوان من اسمشون رو اشاره کنم، به خاطر اینکه به من این فرصت مطالعاتی رو دادن و من تونستم این افکار خودم رو در این فرصت مطالعاتی جمع جور کنم و این پرزنتیشن رو، این حدود 20 چپتره، این فقط خیلی کوتاه به شما گفتم، و همکارای دیگه هم تو هریج وات مخصوصا هیومن ریسورسز، اینجا دوستای من توی دانشگاه اوترخت و همکارای من تو شرکت هایدرا گرین برای تولید این همه ویدیو. اگه میخواد ببینید ویدیوها با ما تماس بگیرید، ما کانکشن رو به شما بدیم. هایدرا گرین هم تشکیل دادیم، یه شرکت مستقل سال 2021 و هدفش اول گرین انرژی بود، کلایمت چینج بود، نت زیرو بود، ولی اینا رو اضافه کردیم. ببخشید من این خورده طولانی شد، ولی به هر حال این سوشال میدیای ماست. اگه میخواین این لیستش رو به شما میدم. من پروژکت منیجر من محسنه، واقعا هر چی میتونست به من کمک کرده. دایرکتر ویدیوهای ما حدود 90 تا ویدیو الان ما داریم، علیرضاست. سوشال میدیای ما ساراست، انگلیسی سارا بسیاری چیز میکنه و فارسی وبینارا شهابه. پنل تو ویدیوها بعضی موقع پنل داریم، حامد ملیه، محسن علیرضا. یه نفرم داریم با لهجه آمریکایی، محمد علی، و تکنیکال هم محمد جواد. از همشون تشکر میکنم.